چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی تو جاودان. یک همایش برگزار شد از آفرو سواران، دوچرخه سواران و اسب سواران گلپایگانی. آیه ابراهیمی لطف کنید توضیحات مختصری در مورد این برنامه و چگونگی اجراشون برای مخاطبین ما بفرمایید. 26 مهر به نام هفته تربیت بدنی نامگذاری شده. ما هم با توجه به روند کاهشی کرونا سعی کردیم برنامه‌های متنوعی با توجه به مناسبتمون که همون هفته تربیت بدنی است برگزار کنیم. امروز هم یکی از برنامه‌هامون یه همایش خودرویی بود که در قالب خودروهای آفرود، کلاسیک، موتور سوارا، دوچرخه سوارا و در انتها سوارکاران بودن. برای دوستان آفرود سوار چه تمهیداتی اندیشیدید که آسیبی به محیط زیست نرسه و بتونن فعالیت خودشون رو انجام بدن؟ شهرستان گلپایگان یکی از طبیعت‌های بکر را داره، حتی میشه تو گفت تو کل کشور، و ما اومدیم یه ساماندهی انجام دادیم در رابطه با خودروی آفرودمون برای اینکه هیچ آسیبی به محیط زیست نخوره، این عزیزان بتونن این فعالیت‌های خودشون رو انجام بدن. اومدیم با کمک خود این عزیزان، کمک مسئولین شهرستان، اومدیم یه پیست احداث کردیم که 50% کارمون انجام شده و ان شاءالله بقیه‌ش هم با کمک همه این دوستان بتونیم انجام بدیم و به مرحله پایانی برسونیمش که این عزیزان فعالیت‌های خودشون رو داخل پیست انجام بدن. اینجا جا داره تشکر بکنم از اسپانسر خوب برنامه، جناب آقای یاوری و آقای نیکبخت، فروشگاه قدس گلپا که همواره کنار رسانه ای ما و ورزش دوست خیلی خوبی هستن که با اداره ورزش و جناب آقای ابراهیمی همیشه همکاری لازم رو داشتن. با ما همراه باشید با پایگاه خبری رادیو کوهنورد. رادیو کوهنورد روی موج همدلی فرکانس بی نهایت. عرض سلام و درود و خدا قوت دارم خدمت همه شما مخاطبان گرامی پایگاه خبری رادیو کوهنورد. پایگاه خبری رادیو کوهنورد طبق قانون مطبوعات در حوزه‌های کوهنوردی و صعودهای ورزشی، محیط زیست، هلال احمر و گردشگری در سراسر کشور فعالیت می‌کنه. تا یادم نرفته باید خدمتتون عرض کنم که این رسانه هیچ گونه رابطه حقوقی و غیر حقوقی با صدا و سیما نداشت و نداره. شما هم میتونید سوژه ها و دغدغه های خودتون رو با ما در میون بذارید. با ما همراه باشید.